وزیر خارجه آمریکا امارات اسلامی را متهم به سرکوب آزادی رسانه‌ها در افغانستان کرده. آنتونی بلینکن میگوید که امارات اسلامی آزادی بیان در افغانستان را سرکوب کرده و در برخی موارد بر رسانه‌ها اجازه فعالیت و تهیه گزارش را نمی‌دهند. اما امارات اسلامی پیش از این گفته که با رسانه‌ها همکار است و عملکرد حکومت باعث کمرنگ شدن فعالیت رسانه‌ها در کشور نشده. نوید صمدی. در ادامه واکنش ها به وضع محدودیت ها در برابر رسانه ها در افغانستان و آزادی بیان در این کشور، حالا اما وزارت خارجه آمریکا امارات اسلامی را متهم به سرکوب رسانه ها در افغانستان کرده است. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا در این مورد در نشستی که به مناسبت از روز بین المللی مطبوعات در واشنگتن برگزار شده بود گفت که رسانه ها در سایه حکومت امارات اسلامی از فعالیت هایشان باز ماندند و در پوشش برخی از موارد خبری با آنان اجازه داده نمی شود. عملکرد حکومت باعث کمرنگ شدن فعالیت رسانه ها نشده، بلکه چالش های مالی علت اساسی این روند است و ما همواره برای رفع چالش های رسانه ها در افغانستان تلاش کرده ایم و گام های مثبت برداشته ایم. از سوی هم شماری از خبرنگاران از محدودیت های اخیر بر رسانه ها انتقاد کرده و میگویند که با روی کار آمدن امارات اسلامی حق دسترسی به اطلاعات و اجازه نیافتنشان برای پوشش برخی خبرها از سوی حکومت محدود شده است. تای چندین ماه گذشته برخی از رسانه ها مجبور شدن که فعالیت های خود را مسدود بکنن و همین طور بعضی از خبرنگارای ما هم بیکار شدن و دسترسی به اطلاعات نیست در بین خبرنگاران و بیشتر از منابع ما حاضر برای پاسخگویی آماده نمیشن که ما امیدوار هستیم به مناسبت روز مطبوعات حکومت امارات اسلامی در این مورد توجه جدی داشته باشند تا بتانیم یک رسانه و یک جامعه باثبات داشته باشیم. محدودیت‌های وضع شده از سوی امارات اسلامی باعث ایجاد چالش‌هایی در کار رسانه‌ای شده و باید در این مورد با خبرنگاران و مسئولان نهادهای رسانه‌ای مشورت‌های لازم صورت بگیرد. از سوی هم کاهش تعداد کارکنان و شرایط آشفته مراکز رسانه‌هایی که از بحران مالی رنج می‌برند همچنان گسترده است. اما امارات اسلامی پیش از این گفته که عملکرد حکومت باعث کمرنگ شدن فعالیت رسانه‌ها نشده است. رسانه ها در دو دهه پسین در افغانستان فعالیت خوب و بارز داشتند و همواره از ناسازگاری های جامعه افغانی به جهان گزارش دادند. اما در این اواخر حکومت جدید افغانستان محدودیت های سخت بر رسانه ها وضع کرده است که سبب بسته شدن و سرکوب رسانه ها شده است. با این همه آمار مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که در بیش از 8 ماه از حکومت امارات اسلامی دست کم 80 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در ولایت های گوناگون بازداشت شدند. بر اساس این آمار، نیمی از رسانه‌های دیداری و شنیداری خصوصی در افغانستان تعطیل شده و برخی دیگر هم در آستانه تعطیل قرار گرفتند.